اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. فریبا داودی مهاجر همراه ماست، پژوهشگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. خانم داودی مهاجر، مردم در خیابان‌ها یک شعار مشترک دارند: برچیده شدن این نظام. همبستگی جدی هم روی این موضوع شکل گرفته. با وجود این همه سرکوب و بازداشت، چه رمزی در حقیقت وجود داره که مردم رو در خیابان نگه داشته برای دومین هفته؟ اولا درود میفرستم بر مردمی که اراده به تغییر کردن. دوم اینکه همین اراده به تغییره که مردم رو بی خیابون نگه داشته. به این ترتیب که مردم به خوبی دریافتند که با رژیم جمهوری اسلامی هیچ آینده‌ای ندارن، نه شغل دارن، نه رفاه دارن، نه شادی دارن، نه نشاط دارن و نه زندگی دارن. زنها به خوبی دریافتند که با این رژیم و با این جمهوری اسلامی هیچ نشانی از زن بودن و زنانگی در اونها در آینده یافت نخواهد شد، به جز ابزاری در خدمت در واقع حاکمان جمهوری اسلامی که تازه باید در اون سلیقه ها هم حرکت بکنن. بنابراین مردم، من فکر نمی کنم، بعضی ها دیدین میگن 30 سال ما داریم تلاش میکنیم، 40 ساله، نه، اون 30-40 سال کاملا جدا از گفتمان موجوده. در گفتمان موجود مردم به خوبی دریافتن، نسل جدید یا نسلی که این باور رو داره، نه به لحاظ سنی، به لحاظ باور دریافتن که هیچ راهی به جز رفتن جمهوری اسلام نیست. در دوره های گذشته یه اما و اگرهایی بود. قانون اساسی ظرفیت داره، ممکنه تغییر رفتار پیدا بکنن و یا هر چیز دیگه ای، ولی مردم دریافتن که حاکمان جمهوری اسلامی دستشون در جیب مردمه. اونها ارتزاق میکنن از سر سفره‌های مردم و به همین دلیل توی خیابان آمدن و پا پس نمیکشن. خانم داودی مهاجر، اشاره کردیم به تفاوت گفتمان موجود با گفتمان‌های اعتراضات پیشین. آنچه در این اعتراضات خودش رو نشون داد، نوع اعتراضات بود. به غیر از گستردگی و تداوم، نوع اعتراضات متفاوت بود. دختران روسری آتش زدن، گیس بریدن به نشانه اعتراض. الگوی این اعتراضات از کجاست؟ امیدوارم وقت شما اینقدر بشه که من همه اینا رو جواب بدم. ولی ببینید، تا کنون، تا قبل از این اعتراضات، همیشه اعتراضات در گفتمان‌های در واقع مختلفی که توی حکومت یه جوری نقش داشت وجود داشت. مثلا شما در رأی منکو نگاه کنید، یا حسین، میر حسین، با اینکه به هر حال مردم مطالباتشون بود، ولی هنوز مثلا درگیر گفتمان اصلاح طلبی بودن، یا گفتمان ملی مذهبی بودن، یا گفتمان‌های مختلفی که وجود داشت، هنوز ناامید نشده بودن. گفتمان 57. وقتی من صحبت از گفتمان 57 میکنم، منظورم آدمهایی نیست که اون موقع انقلاب کردن. منظورم اون چارچوب نظریه که در انقلاب 57 خواست سنت رو در مقابل سکولاریزم یا در مقابل میل به مدرنیته بکشه بالا. یعنی آقای خمینی چه کار کرد؟ یا گروه های دستن در کار اون موقع مثل مجاهدین خلق، مثل ملی مذهبی، مثل گروه های چپ چی کار میکردن؟ در واقع با حمایتشون از گفتمان آقای خمینی در جستجوی یک در واقع روشی از زندگی بودن که اون سنت رو بالا بیاره در برابر سکولاریزم. در واقع همون دعوایی که از مشروطه شروع شد، در مشروطه گفتمان مدرنیته مقابل روحانیت ایستاد. روحانیت کمین کرد، سالها کمین کرد تا بالاخره این سنت رو آورد جلوی مدرنیته. مردم باور نمی کردن. سالهای سال گذشت، 40 و چند سال گذشت و بالاخره امروز مردم دریافتن. باید گفتمان 57 بره. باید گفتمان جدید و چارچوب نظری دیگه بیاد، مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریزم، رفاه مردم و میل به در واقع میل به مدرنیته، میل به اینکه زنان رو به عنوان بخشی از گفتمان توسعه، نه در شعار بلکه در عمل، به مشارکت دعوت بکنن و اونها مشارکت بکنن. بنابراین تظاهرات های جدید که شما میبینین ابر گفتمان های قدیمیه، فرا ایدئولوژیکه، توش دیگه گفتمان اسلامی و غیر اسلامی و چپی و نیست، به عنوان مسلط.
ممکنه که به همه عقاید مختلف داشته باشن، ولی فراد اینجوری نیست که مسلط باشه. یه نکته ای که هست اونجا در این تظاهرات هایی که شما میبینید، بدون که همه یه چیز رو بگن، متکثرن و پیرامون مطالباتشون اومدن وسط. و اون مطالبه چیه؟ ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، جمهوری اسلامی باید بره تا ما کشورمون رو دوباره بسازیم. از آینده هم نترسیم، خانم داوودی مهاجر، به حال این نسل، نسل تیک تاک و شبکه‌های اجتماعی، و حالا باید ببینیم که به کجا میرسونن این نسل آینده ایران. و فریبا داوودی مهاجر همراه ما بود، پژوهشگر و فعال سیاسی مقیم آمریکا. تشکر میکنم.